خزانه‌داری آمریکا صنایع پتروشیمی رژیم ایران را تحریم کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا: تحریم پتروشیمی خطوط حیاتی مالی سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد. آخوند فرزانه در نمایش جمعه مشهد: یکی هست که منافقین گفتن که نمیدونم که تهرانیم، دعوت میکردن که دیگران میان تهران. خزانه‌داری آمریکا روز جمعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بزرگترین گروه پتروشیمی رژیم ایران و شبکه وسیع شرکت‌های وابسته و عوامل فروش آن را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به علت کمک‌های مالی که به قرارگاه موسوم به خاتم سپاه پاسداران انجام می‌دهد تحریم کرده است. اضافه بر این، خزانه‌داری آمریکا مجموعه وسیعی از 39 شرکت پتروشیمی وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و عوامل فروش آن در کشورهای خارجی را نیز هدف تحریم خود قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40% از مجموعه ظرفیت تولید پتروشیمی رژیم ایران را در دست دارد و صاحب 50% از صادرات پتروشیمی رژیم ایران است. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت با تحریم این مجموعه ما عوامل اصلی در بخش پتروشیمی رژیم ایران که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند از منابعش محروم می‌کنیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود این اقدام هشداری است مبنی بر اینکه ما تمامی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در بخش پتروشیمی و سایر بخش‌ها را که خطوط حیاتی مالی سپاه پاسداران را تأمین می‌کند هدف قرار می‌دهیم. آخوند فرزانه در جمعه بازار این هفته مشهد با سوز و گداز از عملیات کبیر فروغ جاویدان و نقش مجاهدین در قیام 88 گفت: یادتون هست که منافقین گفتن که نمی‌دونم که تهرانیم، دعوت می‌کردن که دیگران میان تهران. یادتون که نرفته که تهران آمدن؟ یادتون هست که در حادثه 88، فتنه 88، بعضی وعده می‌دادن که روز جمعه همزمان با شعله‌ور شدن آتش در جنگل‌های اطراف بهبهان، فرماندار رژیم در ایذه نیز از آتش سوزی مراتع در این شهر خبر داد. در اهواز همچنین محل دفن پسماندهای زباله توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد و آسمان اهواز را در ساعات اولیه بامداد روز جمعه پر از دود کرد. جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با ارسال نامه‌ای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار از بازداشت مدافعان حقوق کارگران در ایران شکایت کردند. کارگران در این نامه با اشاره به این بازداشت و احضار جمعی از کارگران این کارخانه، خواستار ثبت رسمی شکایت خود از رژیم ایران، بررسی آن در تشکیلات بین‌المللی کارگری و کمیته آزادی و همچنین بازخواست و سوال از رژیم به دلیل این اعمال شدند. مخالفان در سودان تاکید کردند تا برکناری شورای نظامی حاکم و آوردن قاتلان تظاهرکنندگان به پیشگاه عدالت به اعتراض خود ادامه می‌دهند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در سرکوب این هفته 108 نفر کشته شدند. اتحادیه آفریقا حکم تعلیق سودان از تمام فعالیت‌های آن اتحادیه داده است. اتحادیه آفریقا تمام فعالیت‌های سودان را در آن اتحادیه به حالت تعلیق درآورده است. این تعلیق تا زمانی که ارتش سودان قدرت را به یک تشکیلات غیر نظامی موقت تحویل ندهد ادامه خواهد داشت.